متولد 1320 در تهران. اون موقعی که 7-8-10 سالم بود، زمانی بودش که تهران آب لوله کشی نداشت. ما منزلمون خیابون فروردین بود، چهارراه خوشبختی. من 15 سالم بود، مرحوم پدر من تصمیم گرفت که منو بفرسته امریکا، و به خاطر اینکه یکی از دوستان خیلی صمیمیش که ما بهش عمو میگفتیم نماینده ایران در سازمان ملل بود، و اون اصرار داشت که گفت کامران بفرستین و من اینجا میبرم میذارمش مدرسه و من مراقبت میکنم و چه و چه، و خلاصه خیلی اصرار به پدر من، و پدر منم قانع شد و اسم ما رو توی مدرسه نوشتن، عرض به حضورتون که مدرسه شبانه روزی، و ما راهی امریکا شدیم. یادمه که فرودگاه مهرآبادی وجود نداشت، یه فرودگاه قلعه مرغی بود که هنوزم هست، مثل این که دو تا اتاق بود مثلا یکم بزرگتر از این، این فرودگاه بود که با آجرگری ساخته بودن و فلان. یادمه که ما که رفتیم اونجا، خب بالاخره 7-8 نفر دور من بودن و منم ذوق کرده و بچه، و حتی یادم رفته بود خدافزی کنم، اینقدر ذوق داشتم. از پله ها پریدم بالا و که برم تو هواپیما، موقعی که گفتن بفرمایید، وسط ها دوباره برگشتم و روبوسی و خدافزی و فلان، و دوباره دویدیم رفتیم سوار هواپیمای SIS شدیم که الان وقتی فکر میکنم شاید مثلا دو سه برابر این اتاق بیشتر نبود، یه چیز کوچولو. ما پرواز کردیم به طرف نیویورک. خب اونجا من تحویل گرفتن و یه شب رفتیم خونه عموی ناتنیمون، و بعد فردا صبحش من آوردن دم ایستگاه قطار، و خب نزدیک سازمان ملل. خود نیویورک برای من کره مریخ بود، برای اینکه اصلا شوک بودم، اصلا ساختمونا رو نگاه میکردم و اصلا شلوغی شهر و این چیزا. اما گفت من دیگه میرم دفترم، تو اینجا باز، تا الان بچه ها میان پلود، همه اینجا یه اتوبوس زردی میاد سوارتون میکنه میبردتون مدرسه. که همین اتفاق هم افتاد، و یه 4-5 ساعتی ما تو جاده بودیم، چون مدرسه من توی ماساچوست بود. رسیدیم به مدرسه و اونجا هم یه اتاق من دادن توی خوابگاه با یه هم اتاقی که اهل امریکای جنوبی بود، هندوراس. اونم با گیتارش اومد تو. خب منم که اصلا زبون نمیفهمیدم، نمیتونستم صحبت کنم. آها، یه تلویزیون انقدری آوردن دادن به من. مدیر مدرسه گفت این تلویزیون شخصا مال توه، اینو وصلش میکنی و فقط بشین تو اتاق تلویزیون نگاه کن، اصلا نمیخواد بیای سر کلاس و فلان. یه چیزی نزدیک 2-3 ماه طول کشید این داستان. خب بچه ها میرفتن کلاس، من نشسته بودم داشتم فیلم جانوین میدیدم، عاشق این کارم بودم. خب شب تا صبح 24 ساعته تلویزیون بود، و از تماشای این تلویزیون من انگلیسی یاد گرفتم. و بعد از 2-3 ماه من تتپته یواش یواش دیگه شروع کردم به حرف زدن. با اینکه یه 2-3 ماهی از درس عقب افتادم، منو یه سال پروندن، یعنی بعد میرفتم کلاس 10 رفتم کلاس 11، به خاطر اینکه ریاضیاتم خیلی جلوتر بود از اینا و اینا. سال دوم دیگه در حدی من انگلیسی میدونستم که بچه های امریکایی که میخواستن گزارش بنویسن، تنبلای کلاس میومدن به من میگفتن که تو برای اون بنویس. منم مثلا چه میدونم مثلا 5 دلار میگرفتم براشون
گزارششون رو می نوشتم. یعنی انگلیسی من هر از گاهی بهتر از مال اونا بود، چون اونا خب انگلیسی محاوره‌ای بلد بودن، ولی کن توی کتابت خیلی ضعف داشتن دیگه و دبیرستانی بودن اینا. خلاصه این دو سال تموم شد و ما اونجا فارغ التحصیل شدیم و سیگاری از اون مدرسه اومدیم بیرون. سیگاری به دلیل اینکه خب سیگار ممنوع بود تو مدرسه. یه دونه اتاق بود گوشه زمین فوتبال که مدیر مدرسه‌مون گفته بود که فقط کلاس دوازدهمی ها حق دارن سیگار بکشن، اونم فقط تو این اتاق. و باور بکنیم ما موقعی که اواخر کلاس 11 بودیم اصلا علاقه به سیگار نداشتیم اصلا، ولی به خاطر اینکه این امکان رو به ما داده بودن ما اصلا دقیقه شماری میکردیم که خدای که این کلاس 11 تموم میشه که ما 12 بشیم و بریم جلو دخترها سیگار بکشیم. از اونجا رفتم بوستون، بوستون و کمبریج. کمبریج یه شهر کوچیک چسبیده به بوستون، جاییه که هاروارد و ام‌آی‌تی و اینا اونجا هستن. من از همون موقع خیلی علاقمند بودم که برم توی رشته هنری و نقاشی و مجسمه‌سازی. نقاشی هم خب اوایل دهه 60 بود، واقعا یه دوران تغییر و تحول توی سبکای نقاشی بود و اینا که ما دنبال میکردیم. خیلی دوران قشنگ، شاید دوران طلایی امریکا همون دهه 60 بود که چقدر اتفاقات فرهنگی افتاد و تغییراتی توی همه چی، در تبلیغات، در نقاشی، در گرافیک. و من همه اینا رو دنبال میکردم، نه فقط به صورت آکادمیک بلکه خیلی خصوصی. مثلا دوره مجلات رو دنبال میکردم و حفظ میکردم اینا رو. مثلا یکی از مجلاتی که فوق‌العاده بود نیویورکر بود که مثلا بهترین تبلیغات، شیکترین تبلیغات. اینا رو خودم شخصا مطالعه میکردم که چرا این الان اینطوری کار کرده، چرا اونور اونطوری کار کرده. حتی طراحاشون رو میشناختم از روی اسم و رسم و از روی فقط مطالعات شخصی خودم. یه دو سالی اونجا یه کالجی بود، کمبریج کالج، که همون یه جوری وابسته به هاروارد بود. ما دو سال رفتم اونجا، در حقیقت علوم انسانی خوندم. بعد با یه نقاش خیلی زبردست نسبتاً جوونی آشنا شدم که تو نیویورک خیلی کارش گرفته بود و اینا، و اومده بود تدریس بکنه. ما هم اس نوشتیم تو اون دانشکده و خلاصه با این آقا معلم رفتیم ورمونت. اونجا هم باز ایشون استاد من بود و ما هم رشته در حقیقت نقاشی و مجسمه سازی و تاریخ هنر و این چیزا. یه سه سالی هم در خدمت ایشون بودیم تا اینکه لیسانس هم گرفتم. و خیلی هم گفتن که خب حالا باید بری برای مسترز دیگری و نمیدونم بعد از اون. بعضی ها حتی دنبال پی اچ دی هم میرفتن. ما هم واسه خودمون یه جوجه انتلکتوالی شده بودیم دیگه. فکر کردم که اصلا تو رشته ای که من هستم دیگه مدرسه کمکم نمیکنه اصلا. به یه جایی رسیدم با حضور این استاد که واقعا خیلی کمکم کرد، که میگفت الان دیگه خودت باید یاد بگیری، خودت باید عملا یاد بگیری، خودت باید اینقدر ببینی که یاد بگیری، بعد خودت باید مقایسه کنی که چی رو انتخاب میکنی برای آینده خودت. و واقعا من دیگه بعد از اون خودآموز شدم. یعنی بعد از اون دیگه دیدم اصلا معنی نداره که حالا من بخوام فوق لیسانس تو نقاشی و مجسمه سازی بگیرم، چون خودم رو یه جوری حتی برتر میدونستم کارامو از خیلی ها که فوق لیسانس داشتن.
سال آخری که دبیرستان بودم قبل از اینکه بیام پدرم فوت کرد در جوانی، واقعا یه شوک خیلی بزرگی بود برای من و برای مادرم، برای اینکه دست تنها مونده بود. من همش روز شماری میکردم که کارم تموم بشه برگردم تهران، که هم مادرم تنها نباشه، همین که خودم هم دلتنگ بودم برای اینکه این سالهایی که من امریکا بودم، امریکا این امریکا نبود و زندگی جهانی این زندگی نبود. واقعا من وقتی رفتم امریکا، امریکا کره مریخ بود، اینقدر دور بود و اینقدر زمان می برد. ما هیچ ارتباطی با تهران، ارتباط زنده نداشتیم تقریبا. تلفن می‌خواستم بکنم از مدرسه باید صفر رو می‌گرفتیم، نیویورک آپریتور رو می‌گرفتیم، بعد می‌گفتیم آقا من خانم ما می‌خوایم با ایران حرف بزنیم. یه وقت می‌داد 16 روز دیگه، 16 روز دیگه ساعت 4 بعد از ظهر پای همین تلفن باشین، ما به شما زنگ می‌زنیم. شما فکرشو بکنید، حالا 16 روز دیگه ما باید 4 بعد از ظهر هی ساعت نگاه میکردیم، حالا هر جایی بودیم خودمونو میدوندیم میرسوندیم به اون تلفن. دقیقا سر همون موقع این خانوم زنگ میزد که تلفن شما به تهران الان وصل میشه و فلان اینا. بعد تلفن وصل میشه، حالا این چه تلفنیه؟ خش خوش، الو الو، جیغ میزنیم من از این ور، مخاطب از اون ور، چون از طریق سیم بود، این سیمم از زیر اقیانوس اطلس رد میشد. حالا دیگه به شانس شما اگه یه کوسه بیاد وسط، مثلا یه گازی بگیره یا نهنگ رد بشه یا هر چی، خش و خوش و فلان اینا. کل مکالمات ما این بود که سلام چطوری؟ بعد اون گفت خوبم، تو چطوری؟ تقریبا تموم میشد مکالمه، چون نمیشنیدیم، درست نمیشنیدیم، خیلی مشکل بود. بعد کلی هم پول میدادیم، کلی هم پول میدادیم. حالا به هر حال پولش رو یه جوری جور میکردیم، برای ماها خیلی زیاد بود، مثلا یه چیز نزدیک 10 دلار میشد. مثلا شما اون موقع ما خرجتون رو تهران میدادید، کار میکردیم؟ من کار میکردم، بیچاره مادرم هم یه مقدار کمی پول میفرستاد، منتها ماهانه نمیرسید دستم، که مثلا چه میدونم حالا از چه طریقی میفرستاد یادم نیست، ولی مثلا 3 ماه بعد میرسید دستم. مثلا هر کاری هم پیش میومد ما میکردیم، از ظرفشویی گرفته تا گارسونی تا هر چی. به هر حال گذروندیم این دوران رو. مثلا حالا غیر از تلفن، یه نامه های ایروگرام بود که ایرون هم داشت، من دیدم که یه صفحه کاغذی بود که نامه می نوشتی بعد تا می کردی، همون می شد پاکت و آدرس می نوشتی و می داختی تو پست. حالا مثلا این نامه وقتی رفت، شما 2 ماه و نیم بعد جوابشو می دیدی، مثلا که اصلا خودت یادت نبود چی نوشتی، سوالت چی بود که اصلا جوابت این باشه. واسه این بود که من واقعا روز شماری می کردم که برگردم پیش خانوادم و دوستای قدیمم و فک و فامیلم و اینا. به هر حال من خیلی دیگه نموندم بعد از همین تموم کردن این دانشکده. یه 2-3 ماهی تو نیویورک این دفاتر مختلف تبلیغاتی رو سر زدم و عرض بزرگتون که دوستای زیادی داشتم اونجا، کارای نقاشا رو از نزدیک سر می زدم و یه مقداری هم کار گرافیک کردم و اینا. بعد دیگه برگشتم تهران.